میگم نهار بیام دنباله. نه قربونت. میریم همین رو برو فلافل میخوریم ما. نه خیلی لازم نکرده. غذای من بهتر از فلافله. حالا قهر نکن میریم درکی شیشلیک میخوریم. برو با پیکارت. خودت هم ساندویچ نخوری یا؟ خیال کردی نفهمیدم ظرف قصه گم و گور کردی که بری ساندویچ بخوری؟ به نازگل جون سلام برسون. خفه شو بابا. سلام منصور خان. سلام علیکم. دور میزنه شیروانی سفیده رو داره دور میزنه. منصور منصور امیر رفته اون طرف. لابنبار قباد اسماعیل لابنبار تو هم برو پایین را پله عباس اون را پله رو ببین ببین پایین در داری یا نه. آقا توی لابنبار نیست. در امیر در رو ببندی. بچه هایی تو بازار چه؟ همه بیان سمتی همون نوا. توی زیر زمین هم نیست. بیاین اینجا. علی رضا چی میبینی؟ برو روی دیوار بالای در وایسا ببین تو بازار چه خبره. زود باش. از این پشت در رفته. خب بیا اینجا. نگفتم همیشه اسم بده. آقا اومدن دوباره فرار کردم. موندم کف خیابون. یه چیز بگو به دردم بخوره. میرم اعتراف میکنم. میگم فریب خوردم. خوبه؟ اون موبایلو دور بنداز. ابله. به قرآن اگه به دادم نرسی میرم کلانتری خودمو تعبیر میدم ها. راست و سنی هر چی میدونم میگم. موبایلم میدم بهشون. حرف بزن بابا لام هستم. الان کجایی؟ روشن شد موبایلش. دوباره روشن شد. کجاست؟ همت پول حق کنی. یعنی تا اونجا رفته ما اینجا علاقه بجو ما مرتضی رو صدا کن سریع. زب کن بینم. وایسا بینم. زب کن بابا پیاده شو با هم بری. موبایل دور ننداختی؟ نه واسه چی بندازم دور؟ چیه؟ دو ساعت منو مشغله خودت کردی بازم دستورات داری؟ پای تلفن التماست کردم خیال کردی خرم؟ نه التماست کردم که خرت کنم. از اینجا به بعدم من میگم چیکار کنیم. فهمیدی یا نه؟ آه یه جوری نگاه میکنی خراب نلبندش نگاه میکردی. مرتی که من باز خاطر تو شدم تروریست. فکر کردی نمیتونم خودتو بکشم؟ میتونم. زود عصبانی میشی. بده بینم بابا. بگی بینم اصلا اومدم کمکت کنم.
این چقدره؟ این چقدر پوله؟ 20,000. همین یکی رو داری؟ یکی همین پایین رو. خوبه، من اینو برمیدارم، ولی 20,000 تا کمه، بیشتر میخوام. چقدر میخوام؟ 50,000 تا حداقل. اینجا یه خارج؟ کی گفته من میخوام برم خارج؟ نمیخوای بری خارج؟ برم، من با تنها به تو نمیرم. اگه میخوای زنده بمونی باید بری، جایی هم که من میگم بد بری. نه بابا، که کجا باشه؟ اسرائیل. اسرائیل؟ فقط اونجا با صدم. میدونستم. نادر نزنی یکی رو بکشی. آقا شما از همه موتور سوارا خیلی خرکی میان. خیابون گل نبی. ببین معلومه هم نیست خودش پیش موبایلش باشه که. بله. اسرائیل اون چیزی که تو خیال میکنی نیست. دولت ما کسی که بهش خدمت میکنه هیچ وقت فراموش نمیکنه. چه همه چی وسط هست. اگرم نخواستی بمونی یه پاسپورت آمریکایی واسه جور میکنم و یه اسم و رسم تازه و خرج خاصی میتونی باشی. ولی من اگه جاتو بودم همونجا میموندم. جای قشنگه. اسم چیه؟ جاسوس ها اسمای زیادی دارن. کجا دنیا اومدی؟ اصفهان. تا 7 سالگی هم اونجا بودم. تا الان 40 سال اسرائیل زندگی میکنم. یه باغ بزرگ زیتون دارم با یه خونه خوشگل وسطش. انگلیسیت خوبه؟ عربی و ترکی هم بلدم، فرانسه هم بلدم. من فقط فارسی و ترکی بلدم. دو تا زبون که بلد باشی یاد گرفتن زبون سوم کاری نداره، مخصوصا وقتی که تو محیط باشی. تو تا حالا دروغ زیاد گفتی، برای چی باید حرفتو باور کنم؟ چاره ای نداری. وقتی خوب فکرشو میکنی میبینی چاره ای نداری. خیلی خب، ببین من فکرامو کردم، من جایی نمیرم. اگرم برم تو نمیفهمی. 30,000 دلار تا ساعت 5 امروز وقت داری جور کنی. اگه تونستی جور کنی که همدیگه رو نمیبینیم کاری به کارم نداری. اگر نه همین موبایلو میدم بچهای اطلاعات، اونا کارشون خیلی خوب بلدن. با همین 20,000 تا میرم سراغ زندگی. ها باز مثل خره داری نگاه میکنی که. بنال دیگه بابا، نمیخواد تو حرف بزنی. 30,000 تا رو جور کن، تا ساعت 5 وقت داری دیگه. اگرم تونستی تا ساعت 5 خودتو برسون اسرائیل، ناز شستت. بجم باشو. 10,000 دلار تخفیف میدی؟ چیه پول نداری؟ 20,000 دلار دیگه بهت بدم اون موبایلو میدی شرتو کم کنی؟ قبوله. اول موبایلو. بیست هزار تا این تو 40,000 تاست. تو یه گفتی 20,000 تاست. بشمارش، شمردن که بلدی. راست که خرابکاری کردی. آه برات میگفتم یه خونه بزرگ دارم تو کریاچیمونه نزدیک لبنان، یه خونه خوشگل با آجرهای قرمز وسط یه باغ زیتون، 5 هکتاره، 2,000 تا درختم داره.
یه استخر تاکستان هم داره. خشک میدیدش. من عجله دارم. 100 تومن بهت میدم اگر 10 دقیقه منو برسی این تشویش. 10 دقیقه؟ 50 تومن هم بالا میدم اگر زودتر برسی. نمیترسی؟ امتحان کن. آقا مواظب باش نیفتی. دفعه اولم که نیست. عجله کار شیطونه، صفر بشی. من ساعتمو کرنومت میکنم، هر 2 دقیقه هم بهت میگم. لازم نیست. بچسبون زانو رو، بچسبون نخوره. درمنده من یه بردارم، خوشم اومد. بیا جایی نرو، در دقیقه دیگه برمیگرم. باش. خیلی باحال بود. من چند بار اربابامو فریب دادم. آدمایی که به طور طبیعی نمیتونن به اندازه یه الاغ باهوش باشن، حالا یکی از حیله هایی رو که به یکی از اربابام زدم برای شما تعریف میکنم. آدم ها نمیتونن تمام چیزهایی رو که یه الاغ میدونه بفهمن. آدم ها چی شده؟ ببین سعید، من الان جلو درم. دروغ میگی. شاخانم چیه؟ خب بیا رو تراس ببین. مسخره نکن همین. چی شده؟ هیچی بابا، مادم بریم با هم نهار بخوریم. مگه من بیکارم؟ من نمیدونم دیگه، یه جوری بیا دیگه. ای داده بیداد، باز دوباره دیوونگیش گل کرد. آخه من چیکار کنم از دستتون؟ مرخصی ساعتی بگی. با سرعت رفتم رسوندمش بیتریه و بعد گوی ده دقیقه بایست الان میام. ده دقیقه بایستادیم، اومد گفت حالا منو ببر میدون راه. من بردیمش میدون راه. داری من سیاه میکنی؟ بازی دیگه این دفعه نگفت تو اون برو، گفت نم نم برو. نم نم رفتیم. خب چی دیگه؟
ساعت دیگه هم دار. به جونت و سعید من دروغم چی؟ گفت ازت خوشم اومده، با مرامی، با معرفتی، خلاصه تلفن گرفت گفت میخوام باهات کار. بیا حلال زاده است، حالا به اسمس داده. این یارو خلافه. آه؟ آره. چی میگه؟ سه و نیم جلو مترو منیریه باش. چی داری مینویسی براش؟ دارم مینویسم با اجازتون امروز با گرفرندم رفتم ددر، دیگه هم کار نمیکنم. امروز دیگه کار نمیکنی؟ بله. بنویس اصلا دیگه کار نمیکنی. اصلا لازم نکره جوابشو بدی. گوشو بده ببینم. سعیدی من ببینم. خب جواب ندم که بعد بیادبی میشه. بیادبی باشه. خب اصلا میزنم یه هفته گرفتارم. یه ماه گرفتارم. چیکار داری میکنی سعیده؟ تو مخت تاب داره. نکن خانم، چرا پاک میکنی؟ عمل خوبی نی. یارو تلفن منو داره. دلش میخواد زنگ میزنه. حق نداری بهش جواب بدی. برای چی حق ندارم؟ مگه ازش میترسم؟ نه. از من میترسی. شد یه حرفی. بله من واقعا از شما میترسم، به خصوص وقتی اینطوری نگاه میکنی. حق نداری جوابشو بدی. سعید یارو سفیر و سرگردون میمونه تو خیابون. بگو به جون بچه‌مون. باز شروع کرد. من کی به تو دروغ گفتم الان بخوام قسم جون بچه‌مو بخورم؟ بگو به جون بچه. اردوستخان حلقوی جلوی گردن شکسته و در اثر خم شدن آنها به داخل، عضلات نگهدارنده لوله تنفسی نای را به داخل کشیده، راه تنفس را مسدود کرده و باعث خفگی مقتول شدند. خونریزی داخلی زیاد نیست و هیچ گونه کوفتگی یا کبودی و زخم در هیچ یک از اندام‌های مقتول مشاهده نمی‌شود. خون مردگی های نشی که بعد از چند ساعت در جنازه ایجاد می‌شود هنوز مشهود نیست. بنابراین با اطمینان می‌توان گفت که مرگ در اثر انسداد مجرای تنفسی به دلیل ضربه وارده در ناحیه سیب آدم اتفاق افتاده است. لحظه پیشی بریم. می‌توان احتمال داد که مقتول غافلگیر شده و به طور غیرمنتظره ضربه را دریافت کرده است. بنابراین احتمالاً ضربه وارده کار یک حرفه‌ای بوده است. بقیه‌اش هم دیگه مهم نیست. باشه. فقط بهشون گفتی تشکیل پرونده ندارن. میگم مشکل قانونی داره. حق دارن. باید نامه از دادستانی براشون ببری. گفتم میاریم. تو برو سمت بازارچه شاپور ببین میتونی چیزی بفهمی راجع به بنده خدا. 4 سال پیش یه سال زندانی بوده. واسه چی؟ زورگیری. یارو مادرش گفت. نه بابا، مادرش که همش گریه میکنه میگه ما بچه‌م مرده. میگه به دلم برات شده بچه‌م مرده. برات شده؟ آره به خدا. بچه‌ها چی بهش نگفتن؟ خودش فهمیده. همش گریه میکنه میگه من میدونم بچه‌م مرده، شما چرا بهم نمیگی؟ فکر کردم نمیای. نه دیگه، وقتی میگم میام میام. دلت میخواد یه جا بریم بشینیم بس فالده بستنی بخوریم؟ میگن نمک نداره. مهمون من باشه. مهمون تو عزیزم. خب شروع کن. ها؟ میگم اون پیشنهاد روزی 1,000,000 چی بود اسمس دادی؟ ببین من کاسه کوزم، کاسه کوزه اینترنتی. میدونی چیه؟ آره ولی اینترنتیشو نشیده بودم. اینترنتیش هم همونه. من پول برنده رو میرم بهش میرسونم، پول بازنده رو ازش میگیرم. حالا قمارتون سر چی هست؟ سر هر چی، فوتبال، کشتی، والیبال، هر چی که سایت اعلام کنه. خب کسی که میخواد قمار کنه باید یه معرف داشته باشه تا ضمانتشو بکنه. بعد یه کد میگیره. کدو که گرفت میتونه حد اکثر تا 50,000 دلار رو هر تیمی که بخواد شرط بندی کنه. 50,000 دلار؟ بله. یعنی چی همینطوری خالی خالی؟ لازم نیست طرف چپش رو کنه؟ ما فقط یه تحقیقاتی میکنیم بعد ببینیم اوضاعش چجوریه دیگه. همین. آها، یعنی مثلا یکی مثل من که بچه هفت چناره خونش اونجاست بخواد بیاد وسط راش نمیدین؟ ها راش که نمیدیم هیچ، به معرفش میگیم بابا این گدا گشته ها چیه دور خودت جمع کردی. بی خود فکر و خیال نکن. این پولا واسه آدمایی که ما باشون کار میکنیم هیچ. صفر. یه صفر از جلوی حسابای بانکیشون برمی‌دارن. چند روز بعدم یادشون. تا حالا چند نفره کردین تو گونی؟ هیچ.
این پولدارا انقدر ترسون که با یه اس ام اس تهدید تو چاه میزنن. منتها قضیه وقتی جدی میشه که پای پلیس بیاد وسط. یا مثلا جواب اس ام اس های ما رو ندن، بعد میریم دم در خونهشون. از پشت آیفون با خانواده‌شون صحبت میکنیم، همه چی رو توضیح میدیم. منتها همینم فقط یه دفعه اتفاق افتاد. بعدش چی شد؟ هیچی. زنگ زد گفت پولتون حاضر بیان بگیرید. ما گفتیم شاید کلکی تو کارشه. اینقدر تو شهر چرخوندیمش تا خیالمون راحت شد. بعد پشت یه چراغ قرمز رفتم تو ماشینش، پولو گرفتم، پریدم پشت موتور. اون وقت موتور سوار قبلی چی شد؟ ما فقط سه ماه بیشتر با موتور سوار کار نمی‌کنیم. منتها تو این مدت انقدر پول در میارم که نخوان راننده کسی باشه. این اسمش حمید مفتونه. آره میشناسمش، موتور سواریش از اون خوباست. تیغی باز هم تیغی با موتور؟ آره با جمعه هم یا تپای گلدش مسابقه میده. یه دفعه هم من باش مسابقه دادم. ها؟ برد. این واسه اینه که شما دست با چلفتی هستی. بچه شدی؟ چهار تایی اومدم باسم. عبدالله فرح بخش. نمیشناسم. حسین علی خانی. نه اینو بچه من چه کجا هم؟ حسین قزلباش. آها اینه، این از اون آدم ناراحت هست، خیلی شره، با همه بچه ها کتککاری کرده. چون من؟ چون تو دارم زده؟ بیشی خیال هاشم، تو اینگوری ما رو دوست نداری یا؟ آخه نگه شما خیلی هم دوست داشتنی هستی؟ آم کرده تا اسد رضایی. نه با، اینا رو کجا گیره بردی؟ تو رو انداختی؟ الو عکس اون خدابی امرز رو پیدا کردم. چطوری؟ دوربین آبربانک رو تخلیه کردم، دارم میام دفتر سرچ کنم. الو سلام. سلام. موبایل تو چرا خاموش کردی؟ خاموش نکردم، شارژم تموم شد. چرا پس هنوز خونه ای تو؟ خب بابا تازه رسیدم، اومدم لباس عوض کنم دیگه. چرا انقدر دیر میکنی آخه؟ بابا مامان میگه همیشه وقتی میان که باید تو شام بخورید و برید. خب بابا مسافر داشتم، الان گازشو میگیرم. لازم نکرده گازشو بگیر. خب گازشو ول میکنم. توشی آقا جونت کارت داره. بده. سلام حمید آقا. به آقا جونم جلدی اومدم. همینه مخواستم بگم، مخواستم بگم تون نرو. چش اونم رو چشم. هیچ عجله نه. اینجا موبایلش رو روشن کرده بود؟ نه. پس از کجا فهمیدی از این خیابون رد شده؟ دوربین 5 تا آبربانک رو ترک کردم، 800 فیلم تماشا کردم، 1000 تا آدم رد شده، یکی با این حساب پول بگیری که دیگه هیچی عزا میگرفتم. چرا؟ واسه اینکه وقتی که جلوی آبربانک وای میسه آدم های پشتش ماسک میشن. فیلم ابدیت رو یک روز دیدی؟ آره. عمرن اگه دیده باشی. چشت کور، وظیفت بود باید میدیدی. حالا اینو ببین. اینه؟ ببین این 4 دقیقه بعد از قتله. خب اینجا 200 متر با محل قتل منصور فاصله داره. 200 متر هم که خیلی راحت میشه تو 4 دقیقه اومد. خب اینجا هم که این 20 دقیقه قبل از قتل منصوره. مگه اسرائیلی تو زمان قتل از کجا فهمیدی؟ وقتی ما رسیدیم بابا مرده بود، ولی از کجا معلوم کی مرده بود؟ 1 دقیقه قبل از اینکه شما برسید موبایل منصور خاموش شد. درسته؟ یعنی موقعی که دیگه زنده نبود که خودش موبایلشو خاموش کنه. فهمیدی؟
نمیفهمی، نفهمیدی ذاتن نفهمی. یه بار دیگه بگو. نمیفهمی. بابا بیدار میشه بابا بذار خوب نگاه کنن. 4:20 باید دیگه بیدارش کنی بابا، بذار تا اذان بخوابه دیگه. بابا خودش گفت کار مهم پیش اومد بیدارم کن. میشناسینش اینو؟ بله که میشناسم. 10 تمام میخوایم سایهشو با تیر بزنیم. حالا با پا خودش پاشده اومده ایران. لبنان بوده؟ آره، لبنان، تاجیکستان، افغانستان، ترکیه، سوریه. این یوهان نتانیاهوه. نتانیاهو؟ نخست وزیر اسرائیل؟ اون بنیامینشونه. آقا این کسر خواهد داره. من معذرت میخوام. بنیامین نتانیاهو دو تا برادر داره که همراه با خودش تو سایرت متکل خدمت کرده. سایرت متکل؟ آره، سایرت متکل. این سه تا برادر اصلا خدمتشون تو سایرت متکل بود. برادر بزرگتره 40 پیش از این تو عملیات فرودگاه انتبه اوگاندا کشته شد. این کوچیک است. یوهان. چیکار می‌کنی تو؟ آقا این سایرت متکل دارم سرچ می‌کنم. خواست خودم بپرس، من بهترم یا اینترنت؟ آقا ما مختصین، بفرمایید. شوخی کردم، کار تو. سایرت متکل بالاترین سازمان اطلاعات نظامی اسرائیله که از موساد هم جداست، فقط هم از شخص نخست وزیر دستور میگیره. خجالت کشیدی؟ فارسی رو کجا یاد گرفته آقا؟ تو سایرت متکل. آره، این داداش بزرگی است، یوناتان. از ویکی‌پدیا درآوردی؟ بله آقا. خوش قیافه هم بوده. آره، جوان ناکام. 1976 نوشته این عکس یک کم قبل از مرگش گرفته شده. اینجا هم 30 بوده. یه داداش هم داشتن به اسم آیدو. ببین راجبه اون چی میتونی پیدا کنی؟ پیداش بکنم آقا. این هم فرم استخدام سایرت متکل. فرم استخدام؟ حقوق چقدر میدن؟ از وقتی اوباما گفت ما به اسرائیل گفتیم که ترورا رو متوقف کنه، هیچ حرکتی نکرده بودن. این آخری هم که خود نتانیاهو شخصا منکر شد. خب اونو که دروغ گفته بود. بله، اما اوباما هم میدونه یا نمیدونه؟ یعنی ممکنه ندونه؟ همین، اگه اوباما ندونه یعنی دستگاه جاسوسی امریکا نمیدونه. اگه دستگاه جاسوسی امریکا ندونه یعنی موساد هم نمیدونه. موساد پر خبرچین امریکاییه. وقتی ما توشون خبرچین داریم، امریکایی‌ها 10 ما دارن. یعنی نتانیاهو موساد رو دور زده؟ اگه اینطور باشه اون موقع معلومه که باید یه نفر بفرسته. یه نفر که در وفاداریش هیچ شکی نباشه. یه نفر که بشه وجودش هم تکذیب کرد. مثل همین برادر خودش. آقا ببخشید. ولی فکر نمی‌کنی این ذهنی شدی؟ نمی‌دونم. خیلی کنجکاوم می‌دونم. داشت رو چی کاره این؟ داریم میریم سراغ یکی که نمیخواد تامون بده. باید یه اختاری بهش بکنیم. میگم بکه ای میخواد بیاد بیرون؟ چه میدونم؟ شاید تا زور بخوابه. پولدارا خوب میخوابن. بسه به حال پولدارا. بیا چیه؟ 5,000 سه ماره سه تا ماموریت آیندته. دوتاش هم واسه اینکه این موتور نو بخری. موتورو که داشت تازه نو خریدم. مهم نیست، ردش کن بره. موتوری هم که میخری سند مرد نزن که سریع بتونی آبش کنی. هر دفعه خودم 1,000 بالا میدم. خیالت راحت باشه داشت، وکالتی میخرم. ولی تریل نباشه. رو کشم دلارا رو تبدیلش نکنی ها. چطور؟
یعنی که دلار داره گرون میشه دیگه. نه بابا. بله. اومد. داشت بپر بالا. اینکه زن بود که. مگه من گفتم مرد بود. به جنبادی بشین از یک داشت. حالا چقدی باخته؟ 25,000 دلار. بروش برس. برو سمت راستش. یه جوری که بتونم این جبر بشست کنم رو سختش. چی توش اسیده؟ ها؟ میگم اسیده؟ اسید چیه دلت بسه؟ برو بش برس. دارم این. برو. چی بود؟ نباش زیاد تنده رو. یه هم چی بود؟ هیچی نامه فدایت شدم بود. از که تا حالا نامه فدایت شدم میذارن رو صرف ماشینا؟ میگم هیچی نبود. برگرد خودت نگاه کن. آره که برمیگرد. خیلی خوب، حالا برو سر اصل مطلب. اصل مطلب اینه که دوست دارم. که نداری. دوست هم نداری. بچه‌ت هم دوست نداری. اگه دوستمون داشتی وقتی جون بچه‌ت رو قسم خوردی کلک نمی‌زدی. سعید جون اگه می‌خواستم کلک بزنم الان اینجا نبودی. تو پارکه داشتیم فلافل سر می‌زدیم. چه کلکی؟ حمید رفتی تو کار خلاف. من میدونم نگونه. یارو شرخره. اداها چیه در میاری سعید جون؟ میگم شرخره، ابولا که نداره شرخه. بالاخره باید یکی پول طلبکار رو از بدهکار پس بگیری یا نه؟ اصلا اگه شرخر نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، همه شیرازی امور میرزه به هم، کسی به کسی پول قرض نمیده. سنگ اصلی بنای تمدن بشر رو دوش شرخره. اینم شاید باشه. چی کار میخوای بکنیم؟ آیا قرار نبود سیگار نکشی؟ حالا میخوام بکشم. بی خود اون سیگار بده من. بچه تو راهی رو از همین الان میخوای دودیش کنیم؟ همین چی کار داری میکنی با زندگیمون؟ چی کار دارم میکنم سعید؟ چی کار دارم میکنم؟ تو زیادی داری شلوغش میکنی. چی کار داری میکنی با زندگی این بچه که هنو به دنیا نیومده؟ ترمز کن سعید جون. میگی میگی بعد یواش یواش امرت مشتبه میشه که آره از آسمون یک مصیبت بزرگی نازل. عزیز من چی کار دارم میکنم؟ میخوام کار کنم، پول دارم. اون خونه فسقلی تو با یه خونه کمتر فسقلی عوض کنم. میخوام کار کنم، پول دارم، ماشین میخرم. میخوام پول دارم اگه زنم نرفت سر کار. بدبخت نشین. من بدبخت هستم. کارشم نمیشه کرد. از وقتی طلاق گرفتم بدبخترم شد. بابام نفرینم کرد، بدبختر. بابا سعید جون تو رو جون امام زمان گریه نکن. بابا یه روز اومدیم دور هم گل بگیم، گل بشنو بگیم. بلش کن بیخیال. بیخیال نمیشه سعید جون. یه حرفی رو میزنی تا آخرش بگو دیگه. الان من بدبخت باید یه اون فکر کنم بینم بابای خدا میامرزه. باشت اصلا بپیش داشت بپیش. من بدبخت باید یه اون فکر کنم که بابای خدا بیامرزه سعیده. چرا سعید رو نفرین کرد؟ یه سیگار بده من بگیر. مسخره بازی در نیار دیگه. سعید جون به خاطر من قضیه نفرین چیه؟ بعد جوری رفته تو مخم. وقتی طلاق گرفتم بابام این آپارتمان واسم خرید. گفت اینو برات میخرم واسه اینکه مجبور نشی خودتو بفروشی. گفت واسه اینم هست که دیگه پا تو تو این خونه نذاری. گفت ازت راضی نیست.
خدا هم از حضرت راضی نباشه. از اون روز تا وقتی مرد دیگه ندیدمش. خدا رحمت. دیگه فقط مونده حکم دادستانی که بتونیم پیامکایی که توشون کلمه ساعت و ایستگاه هست رو ثبت کنیم. باشه بگه دیگه. زیاد ارزی نیست. با اجازه. ثبت کنم کارت دارم. بزن. ایوب در خطره. ایوب؟ برای چی ایوب؟ فکرتو به کار بندازای نابغه. ایوب راجب این چه پیغامی داد؟ رمزش هم خودت باز کردی. ایوب گفت سه ماه پیش این تو سوریه اسیر داعش شده. میدونی ایوب کیه؟ نه، چرا باید بدونم؟ من فقط پیغامهاشو باز میکردم. حالا لازم نبوده بدونی. ایوب منشی مخصوص بنیامین نتانیاهو. وای. مگه میشه؟ شده بود، اما خب حالا که دیگه سوخ رفت به کارش. بعد بیاریمش بیرون. بعد باش قرار ملاقات بذاری، اگه لازم شد بیاریش ایران. من؟ برای چی من؟ چون من تو این هیروگیری نمیتونم پاشم برم میروم. بعدم تو این 3-4 ساله 4 بار باش قرار ملاقات داشتم. اگه الان تحت نظر باشه واسش امکان مرگ داره. من تا حالا از این کارا نکردم. هر کاری یه دفعه اولی داره دیگه. حالا چرا ایروان؟ دایی مادر ایوب یه پیرمرد یا تو ایروان واسه ما کار میکنه. هر وقت هم که میخوایم مریض میشه این پیغام اون تو ایروان میگیره واسه ایوب ایمیلش میکنه که یعنی بیاد سری ملاقاتش. این رمز ملاقاته. بالایی یعنی ملاقات فوری، پایینی هم یعنی ایروان. بله. راستی ایوب زنه، اسم واقعیش هم ساراست. سارا. الو. سلام قادری جان. خوبی؟ مخلصیم. یه زحمتی داشتم برات. آره دیگه، سلام گرگ بی‌تمنی نیست. آقا این یادداشتی هستش که شما شنبه ها می‌نویسی. خب یه دو تا جمله هستش که این هفته باید به اون یادداشت اضافه کنی. می‌نویسی: آره عزیز جون، سار از درخت پرید، دوران تازه رسید. آره. نه نه نه، میتونه پشت سر هم نباشه. آره مثلا سار از درخت پرید و ابتدای مطلبت بنویس، دوران تازه رسید و انتهای مطلب بنویس، یا مثلا اون دوران تازه رسید و وسط مطلب بنویس، جمله اولت هم بذار آخر مطلب. آره حالا ببین خودت کجا به جا میده دیگه. فقط یه مطلبی حواست باشه کلمه ها اصلا جا به جا نشن. آره عزیز جان. یه چیز دیگه این که یه کامنتی میاد برات. خب یه کامنتی میاد به اسم پریوش 125. آره اینو اصلا پاکش نکنیم که بعد رمزشو بشکنیم. پریوش 125. آقا خاکبازی نکن، دل به کار بده. حالا با جنازه باید چیکار کنیم؟ هیچی دیگه، تماس بگیریم با خانواده‌اش بیان برای شناسایی کف و دفن. نمیدونم، هر کاری سلام میدونین انجام بدین. ما دیگه با اون خدا بیاموز کاری نداریم. شماره ای از خونه‌شون داری؟ بله. سلام میدم خدمتش. بفرمایید بشینید. من یه چیزی دارم که شاید به درد شما بخوره. این چیه؟ بلکه ماشین سرقتی رو توی سطل آشغال انداختن رفتن. آدرس حساب ماشین رو گرفتی؟ بله، الان دارم میرم سراغش. ببینم این از اون مدل ماشین هست که اینترنت داره؟ نمیدونم، فکر نکنم، بستگی به مدلش داره. خب بپرس ببین داره یا نداره. کار میکنی اسکو؟ روزی یه میلیون نفر تو تهران من مثلا میدم فلان ساعت بیادن فلان ایستگاه مترو. اینطوری هم نیست. برنامه نویسی بلد نیستی الکی حرف نزن. تو خوبی درگت بازی نگاه کن ببین چیکار دارن میکنن اینا. نصف تا
سلام قربان. سلام بگزاده هستم. شاید به شما مربوط نباشه، اما من گزارش گرفتم دیروز توی تهران چند مورد سرقت پلاک ماشین داشتیم. سارقینی که ما میشناسیم پلاک ماشین نمیدازن، خود ماشین رو میدازن. شماره هاشون یادداشت میفرمایید؟ ایران 66، شاید هم هر ست پلاک رو خودش دزدیده باشه. من میگم به پیدا کردن ماشین فکر نکن، به این فکر کن که چرا دزدیدتش. آخه اصلا مطمئنم نمیشه گفت یه کار یوهان بوده. ولی اگه یه همچین ریسکی کرده یعنی این ماشین میخواسته دیگه. ماشین شاسی بلندم لازم داشته، یعنی لازم بوده بره کوه بیابون، احتمالا میخواسته بره زیر خاکی شده بیاره. پس خدا به خیر کنه دیگه. نه ترس، فردا پنجشنبه است. یکی بخواد کارمند دولت رو ترور کنه که پنجشنبه جمعه این کارو نمیکنه که. هیچکی نیست؟ گنج در آورده؟ گنج چیه بابا؟ گنجی که اینجوری در نمیاره. یه هرچی بوده آوردن اینجا چار کرده، الان هم اومده درش آورده. اگه درش آورده کجا رفته؟ چرا با ماشین نرفته؟ او عقب رو نگاه کن، هرچی هست همین توه. این توی جعبه هست، گلی هم هست. دیدی گفتم؟ هرچی که هست گذاشته همین تو. میدونی؟ اگه میدونی بشکنم پنجره رو. همین توه دیگه، اگه این تو نبود در ماشین رو قفل نمیکرد. برو بابا تو هم، فکر این چیزی فهمیدی. اگه این تو نیست پس کجاست؟ درش آورده ببری یه جای دیگه چار کنه؟ نمیدونم، شاید هم برده باشه. اونجا رو نخره، اینو بشکن. اگه چیزی توش نبود باید بگی گو خوردم. بی خود. چهار سال پیش وقتی مجید شهریاری ترور شد، خیلی ها باور نمی‌کردن که این جنایت کار آمریکا و اسرائیل بوده. ولی تو این چهار سال خیلی از مسائل آشکار شد. خود نتانیاهو، اولمرت، اوباما در مصاحبه‌ای که کردن اعترافایی داشتن. اوباما در یک مصاحبه گفت که ما به اسرائیل گفتیم ترورها رو متوقف کنه. این یعنی چی؟ جلیله. یعنی اینکه ترورها رو اسرائیل انجام داده. بله. آقا به نظرم پیداش کردن. یکی از این موتورسوارهای مسافرکش از دوشنبه تا دیروز 6 تا پیامک براش اومده. هر کدومم از یه شماره و یه موبایل متفاوت. پیامک هم فقط آدرس مترو بوده با ساعت. آدرسش هم گیره بردی؟ خب اسمش چیه؟ خیلی باحاله جلیل. یه چرت بزن به حساب من. دختره رو میگم دیدی؟ الکی الکی چجوری تو فیلم گرفتار شده؟ خوبه دیدی؟ حالا بگو دختر. بابا جون دختر تو این دور زمان مکافاته. شیشتون گوزتو باید جمع کنی یه وقت کسی برامالا سرش نهره. حالا باز اگه دومی دختر باشه یه حرفی یه داداشی داره که بالا سرش باشه.
حالا همچین پسر بزرگ کردن هم کار آسونی نیست. چرا والا؟ به خصوص اگه پسر ما باشه. فقط حواسمون باشه وقت بلا ملا سر کسی نگیره. حالا دختر یه عمری زحمت بکش، پول در بیار، خرجش کن، بزرگش کن، مواظب باش کسی بلایی سرش نیاره. بعدم که بزرگ شد بگرد یه مرد مطمئن خاطر جمع پیدا کن بیاد یه بلایی سرش بیاره. والا مرد مطمئن خاطر جمع، مگه اصلا همچین چیزی پیدا هم میشه؟ والا من اگه دختر داشتم هنوز به دنیا نیومده همین الان با شوهرش تو ذهنم دعوا میشد. راستی دوشنبه بعد بریم تست قربالگری. قربالگری؟ میخوای بچه منو علق کنی؟ بله. بله و کف؟ صد دفعه بهت گفتم شازده پسر ما هیچیش نیست، بعد به دلت راه نده. وای پناه بخ. چی شد؟ چیزی نیست، خسته شدم. بشین. سعید جون، ما دوشنبه میریم، نیم میلیون تومانم پول خرج میکنیم که بدونی به خاطر پولش نمیگم. حالا کی گفت نیم میلیون؟ حالا گور پدر مال دنیا هر چی، منظورم اینه که میریم کارامونو میکنیم، ولی اگه دکتره یا تست گفت بچه‌تون گوشاش به اندازه گوش خر دراز شده، بازم بچه‌مونو نمیندازیم. فهمیدی؟ ببین همه زنای بالای 35 سال این تستو باید انجام بدن. خیلی خب ما میریم انجام میدیم، ولی بچه‌مونو نمیندازیم. حالا کی گفت بچه‌مونو بندازیم؟ آفرین. پس میریم یه خورده پولامونو میزنیم به زمین گرمو برمیگردیم. کیه؟ بله. سلام علیکم. سلام علیکم آقای مفتون. بفرم. لطف کنین یه دقیقه بیاین دم در. ببخشید شما؟ از وزارت اطلاعات. چی شد هم؟ هیچی، دوباره بالا هرم میام. بفهم. آقای مفتون ما خیلی وقت نداریم. شما لطف کن خودت ماجرا رو از وقتی که شروع شد برامون تعریف کن. بی کم و کاستم تعریف کن لطفا. باشه چشم. فقط چی رو باید تعریف کنم؟ من حقیقت پیک موتوری هم، مسافرکشم. ببین آقای مفتون، بذار یه چیزی اول بهت بگم. من یه چند روزیه که درست نخوابیدم، بنابراین یه کمی خستم، شاید هم یه کمی عصبی باشم. ممنون میشم اگه خودت همه ماجرا رو واسمون تعریف کنی. منت میذاری سر من و همه بچه‌ای که اینجا هستن و اون بچه‌ای که پایین وایسادن معطل. خانم، شما هم زحمت نکشید، ما چایی نمیخوریم. لطف کنین بیان، شاید به همکاریتون احتیاج پیدا کنین. آقای مفتون، ما واسه جرم و جنایت معمولی نیومدیم. به اونام کاری نداریم. ما در مورد جرم مربوط به امنیت ملی کار میکنیم. امنیت ملی که میدونی یعنی چی؟ بله، بله. وای خاک بر سر. آقای مفتون، انگار خانمت میدونه امنیت ملی یعنی چی؟ بله میدونه. خانم لطفاً به این آقاتون بگی ما رو اینقدر اذیت نکنه. همین حرف بزن بهشون بگو، وگرنه خودم میگم. من میگم، شما چای رو بریز، من همانگش. آقا ایشون شرخر شده. یعنی شرخر نشده، بابا شرخر کار میکنه. آقای مفتون، قصه شرخر که میدونی به درد ما نمیخوره. اصلا اذیت بدی. حالا راستش شرخری که نی، قماره. قمار اینترنتی. حقیقت ما هم این وسط کاسه کوزشیم. کاسه کوزه یعنی چی؟ کاسه کوزه دیگه بحثای مالیش، تون دادن و گرفتن و تقسیم پولا رو میگم. نه، شما واسه کاسه کوزه کار نمیکنی، واسه دولت اسرائیل کار میکنی.
ببینید دوستان، وقتی این آدم اومد تو تور تعقیب، این تعقیب و مراقبت ممکنه چند شبانه رو طول بکشه. نکته که خیلی مهمه اینه که قیافه هیچ کدوم از شما رو نباید دوبار ببینه. همیشه این فرض رو داشته باشین که این آدم خیلی باهوشه. یعنی به معنی که قیافه یکی از شما رو ببینه، اون آدم سوخته. باید برگره پایگاه، بسش رو تحویل بده بره. آقا یه اسم بذار روش، صداش کنیم. بله، دکتر. اسمشو میذاریم دکتر. هیچ رقمه نباید بازداشت بشه؟ دست شما درد نکنید دیگه. من میگم حتی نباید بو ببره تحت نظره. حرف بزن. چی بگم؟ برای تست صدات یه چیزی که آقای کامرانی صدا تو بشنوه. آه چشم. الو سلام آقای کامرانی. سلام به روی ماهت. بله شنیدم. گوشی اذیتت نمیکنه؟ نه نه راحتم. برو. کجا برم؟ با شما نبودم عزیزم. شما دقت کن از این بعد اگه من باهات حرف زدم جواب منو نمیدی. این میکروفون واسه اینه که من بتونم صدای حرف زدن تو و دکتر رو بشنوم. فهمیدی؟ چشم حتما. ببین. ببخشید حواسم نبود. نه از تو مأمور در نمیام. آقای آبروی ما رو پیش دکتر ببری. حمید جان، این دکتر آدم خطرناکیه. اگه بهت شک کنه سعی میکنه جناب عالی رو بفرسته اون دنیا. فهمیدی؟ خوبه انگار یه چیزایی فهمیدی. عباس؟ بله بگوشم. خانم مفتون رو بیدار کنیم بفرستین سر کار. آقا قهر کرده در اتاقش هم قفل کرده. آقای مفتون پاشو. پاشو برو بگو غلط کردم، دیگه هم دروغ نمیگم. ببین تو گوشت حرف میزنم جواب منو ندی. پاشو دیگه. پاشو از دلش درو بفرست سر کار. باید همه چی طبیعی باشه. آدم بزنش دروغ نمیگه. اگرم گفت یه جوری میگه که لو نره. با من باش لطفا. گروه یک، گروه دو، گروه سه، اسکای قیتری حرکت کن. گروه یک و دو، سه، اسکای قیتریه حرکت کنید. گروه یک، گروه دو، گروه سه، گروه یک و دو، سه، اسکای قیتری باشه ماشاءالله حرکت کن. آقای مفتون ببینم از خونه شما تا اسکای قیتری با موتور چقدر راهه؟ آقا حرف بزنم؟ بله اما بار آخرت باشه. 14-15 دقیقه. خوبه اینطوری میتونی خانومت هم بذاری سر کار. خانومم میگه امروز نمیرم، میخوام مرخصی بگیرم. باشه ایرادی نداره، فقط بهش بگو تحت هیچ شرایطی با تلفن تو تماس نگیره. اصلا بگو با بچهای ما بیاد ستاد، اینطوری از احوال تو هم میتونه باخبر بشه. این سومین باره که اینا جلو مترو قیتری قرار میزنن. سلام. یه دفعه سه شنبه صبح، یه دفعه هم چهارشنبه بعد از ظهر. حسابی مفتون تو کوچه پس کوچه های الهیه گردونده. من پشت سرشم، رو پله برقی آخره. هر دو دفعش هم هول و هوش چهارراه حسابی بوده و میدون تختی و خیابون مقصود بک. دفعه اول جلو این ساختمون وای میستن، 10 دقیقه میره تو، بعد میاد بیرون. تو این ساختمون 2-3 مطب به دکتر و یه دونه هم دفتر وکالت. از ایسکا اومد بیرون. اینم گراف حرکت‌های قبلیه. بچه‌های گروه یک سوژه داره از ایسکا میاد بیرون. من نمیدونم اینا چرا گیر دادن به این منطقه. من رو پل آبرم، میتونم ازش عکس بگیرم. عکس لازم نیست آقا جون، رو پل آبرم توقف نکن. بیا پایین زودتر برگرد پایگاه. یعنی میگی داره تو این منطقه میگردونتش که کوچه پس کوچه رو بشه بده. من اینجوری فکر میکنم. به نظرم بعد از حراست انرژی اتمی بپرسیم کسی از دانشمنداشون تو الهیه زندگی میکنه یا نه. همین جا اینا چه رقب افتادن ازشون؟ آقا ما قراره حرکت اینا رو آنلاین ببینیم. شماره 7 خودتو برسون پشت سرش. بچه گروه یکم برگرم پایگاه. خوبه از این دیگه نزدیکتر نشد. لازم نیست سعی به سعی تحقیق کنیم. همی جان ازش بپرس مأموریت امروز چیه، کجا داری میری؟ بلند بپرس کجا میریم؟ برو بهت میگم. نه منظورم اینه که داستان چیه. میریم یه نفر رو تنبیه کنیم، یه نفر که فکر میکنه خیلی خیلی زرنگه. آقا مثل اینکه قضیه داره جدی میشه. تلفن خونه و همراهشو بهم بده، همراه راننده‌ش هم واسم بفرستی. آقا پرسین کی میاد راننده؟ آره عزیزم. همینجا؟ آره.
آقای مفتون، اینجا که توقف کردین جلوی یه کوچه بن‌بسته به اسم صالحی. تو این کوچه آدمی زندگی میکنه که رفیقت خیال داره ترورش کنه. یا من صبحونه نخوردم، گشنمه، میخوام برم شیر کیک بخرم. میخوری؟ بر بگی. آقای مفتون، داریم الان با خودشون تماس میگیریم تا نذاریم از خونه بیام بیرون. شما هم خونسردی تو حفظ کن، گوشت هم با من باشه تا بهت بگم باید چی کار کنی. یعنی چی بچه رو نمیگیرینه؟ کجایی تو؟ بابا من فاصله دارم ازش، اومدم تو بقالی. میگم این اگه قراره کسی رو ترور کنه خب بچه رو نمیگیرینه؟ الان نمیتونم بهت بگم. عجب بابا، من بدبخت ببین گرفتار شما شدم. داشت دو تا شیر کیک اومده. عباس و علیرضا بچه‌ها زارین من شما رو نمی‌شناسم. پلیس مستقر کنی، مفهومه؟ سلام آقای دکتر. سلام علیکم. آقا شما لطف کنین نیم ساعت از خونه بیرون نرین، آقای کاشانچی باهاتون تماس می‌گیره. این قضیه ترور چیه؟ مانوره؟ نخیر آقا، مانور نیست. آقای کاشانچی تماس می‌گیره بهتون توضیح میده. آقا من کار دارم، 10 دقیقه دیگه راننده‌ام میاد دم در دنبالم. دکتر جان شما خبر دارین 10 روز پیش به مهندس باقری سوء قصد شدیه. اذیتمون نکنین. به خودش که سوء قصد نشد، به ماشینش سوء قصد شده، اونم لابد مانور بوده. شما لطف کن از خونه بیرون نرو، آقای کاشانچی تماس میگیره توضیح میده. آقای کاشانچی کیه؟ من کار دارم. دکتر جان الان دوتا موتور سوار سر کوچه تو منتظر شما هستن. سر کوچه؟ بله. شما هم حتما دارین آنلاین میبینینشون. بله. خب چرا دستگیرشون نمیکنین؟ چرا بازداشتشون نمیکنین؟ الان نمیتونم توضیح بدم. دوره ترور گذشته، ترور مال دوران احمدی نژاد بود. تا کی باس اینجا علف شد؟ چطور مگه؟ حمید جان یه چیزی نگی که مشکوک بشه. اصلا هیچی نگو تا من بهت بگم. چطور مگه؟ ترتیب یارو رو چجوری میخوای بدی؟ یه چیزی میچسبونی به سقف ماشینش. اسید مسیل فلا. یه چیزی تو همین مایه. چطور مگه؟ یعنی میگم کارتو کردی من گازشو میگیرم دیگه. آره. آره. حمید جان حواستو جمع کن، خرابکاری نکنی تو کار ما. بهت گفتم این آدم خطرناکیه. این چرا اینجوری میکنه؟ از آقای کاشان میخواد یه حرفی از یارو بکشه، ما بشنویم بیگناهیش رو ثابت کنیم. بله. من الان رسیدم به محل، دارم میپیچم تو کوچه آقای ظاهری. بله الان دو نفر رو میبینم که وایسادن سر کوچه، یه موتورم کنارشون. من الان دارم از جلوشون رد میشم میپیچم تو کوچه. زکی اینکه دولتیه؟ واسه همین دارم بهت میگم آقا زاده است، رئیس شرکت دولتیه. قیافش هم شبیه حزب اللهیاست. الان میاد بیرون میبینیش. آقا من همین الان میتونم جفتشون رو بازداشت کنم. نه برادر من، ما اینجا خودمون نیرو داریم. اگه میخواستیم نیم ساعت پیش گرفته بودیم. شما فقط لطف بکن از ماشین پیاده نشو. حرف گوش نمیکنه که. عملیاتی بگو آماده باشه. ببین آقای مفتون، برای ما ثابت شده است که شما از اصل ماجرا خبر نداشتین. کسی که قرار بوده ترور بشن بیرون نمیاد. حالا نگران جون خودتم. پس جون مادرت زبون به دهن بگیر، حرف زیادی هم نزن، ببینم چه غلطی میتونم بکنم. چه غلطی میخوای بکنی؟ با منی؟ با کیم؟ اسید میخوای بریزی رو سقف ماشین دولتی؟ آقازاده رو ادب کنی؟ جون ما اینجا چیزی نوشته؟ نکنه ترسیدی؟ قیافت ترسیده، من اسید چی نمیترسم؟ میگم چه غلطی میخوای بکنی؟ اسید نیست، بمب درسته؟ یا پیدا گیریم که بمب باشه. چقدر میخوای؟ چندی میدی؟ این تو 40,000 دلار. مرد حسابی 40,000 تا؟ پول خون خودم و زنمه. 40,000 تا؟ بعد این ماجرا فکر کردی دیگه ما میتونیم توی این خراب شده بنشیم؟ 40,000 تا. خداحافظ. نمیخوای من تنجیری ببری؟ نه، برای اینکه ازت خوشم نیمد، یعنی از حرکتت خوشم نیمد. آدم بی معرفتی هستی. ببین من خودم هم خیلی دل خوشی از اینا ندارم. 10 سال پیش دهاشم رو اعدام کردن، 2 سال آزگارم تو زندوناشون بودم. اگه آدم صادقی بودی راست میگی. این هفت بابا این تک بزر دوتا خواهر بده. یه خواهشم ازت دارم، مرد باش دیگه، ما زنی نزن. عزت زیاد. آقا بچه های عملیات 100 متر باش فاصله دارن، چیکار کنیم؟ عملیات کنسله، فقط تعقیب و مراقبتون هم با فاصله. حمید جان عالی بود، عالی، تبریک میگم. آقا پرحله، از ما راضی هستی؟ باریکلا حمید جان. من با اجداد یه سر برم خونه ببینم سرم دیوونه میبونه نشده باشه. یه چیز بگو ببینم، این میدونه خونه شما کجاست یا نه؟ آقا
والا تو دم در خونمون اومده ولی بالا نبردمه. خونه نرو. مگه نگرفتینش؟ نه هنوز عزیزم. ای بابا بچه رو نمیگیرینش بابا. شما بیا اینجا وسایل ما رو تحویل بده بعد بهت میگم. منو دور زد رفت بالا به سمت ایستگاه کریزک منتظر قطار. خسته نباشین، شما آف شدین، تشریف بیارین تجهیزات رو تحویل بدین. این همراه پیاده اومد ایستگاه همت سوارش. منظور ایستگاه همت خلوت‌ترین ایستگاه تهرانه. یعنی میگی شک کرده؟ شکی حتما کرده. من موندم چرا موبایلش رو دور نمیندازه. خب شاید خسته است داره اشتباه میکنه. خود از دهنت بشنوه. نیروهاتو بسف کن، عملیاتی رو هم آماده باش بده. این بازم ضد تعقیب بزنه. بله. چند تا از مامورم سوختن؟ 14 تا. چی؟ خب بابا خودت داری میگی از الهیه تا همت پیاده اومده دیگه. همه توجه کنن، سوژه به هیچ وجه نباید هوشیار بشه. اگه گمش کنین بهتر از اینکه بفهمه تحت نظره. مفهوم بود؟ اگر ضد تعقیب زد به هیچ وجه دنبالش نمیرین. دوستان هیچ گونه ابتکار شخصی لازم نیست، شما فقط یه حداقلی رعایت کنین کافیه. لطفاً اینا رو که نمیشه پخش کرد. چرا؟ برای اینکه به محض اینکه منتشرش کنیم میفهمه امروز لو رفته، حمید آقامون میسوزه. خب حمید آقامون کمی الانم سوخته. چرا همچین فکری میکنی؟ یعنی آقا انتظار دارید این دوباره به حمید زنگ بزنه؟ انتظار که ندارم، من فقط بالا سر از خدا این پایین از شما دوتا انتظار دارم. من که هیچی، شما انتظار زیر بغل ایشون بزنید. یه دوتا عکس از فیلمایی که هفته پیش از آبربانک در آوردی از اونها درست کن. چشم. یه نیم ساعت میرم اداره و میام ببینم توی مدت میتونین گمش کنین یا که چه. آقا خیالتون راحت، ما بیداریم. یه روز ما یافتش توی صد آشغال. هر کس توی ایستگاه مترو اعلام موقعیت کنه. تو برو دنبالش. ببین اگه میتونی بدون جلب توجه، دقت کردی بدون جلب توجه برگرد روزنامه تو صد آشغال در بیار. موبایلش اینجاست. دیدی گفتم. خاموشش هم نکرده. هر کس تو سالن هستی جلو در آسانسور اعلام موقعیت کنه. داره خارج میشه از ایستگاه. از کدوم خروجی داره میره بیرون؟ ببخشید داره خارج نمیشه، برگشت. برگشت به طرف تجریش. از گروه 6 و 7 هر کس دیده نشده بره رو سکوی سمت تجریش. من نمیدونم این مترو رو مثل کف دستش میشناسه. آقا مگه چند وقت تهرانه؟ آقا این در میره دستم. این فهمیده تو تور تعقیبه. انقدر زده تعقیب میزنه تا همه امرار به سجون در بره. معلوم هم نیست. از کجا معلوم؟ اصلا شاید کار همیشهش. من پای سرشم. سوار شد. من تو واقعا جلویم. یه نفر هم بش. جنگی میخری؟ سلام آقا کامرانی، بفرما بالا. سلام، مزاحم نمیشم، یه چند لحظه بیا پایین. چی شد آقا کامرانی، بازداشتم؟ نه عزیز من، بازداشت چی؟ پس بیا بالا یه چایی تازه دم بزن، نمک نداره، بفرما. سعیده، داره میاد بالا.
خوش اومد جواد کامرانی. میگم میگفتین بچه‌هام تشریف بیارن بالا ها، جلو در خیلی خوبیت نداره. نه لازم اونا پایین باشن. خوش اومدی. سلام خانم. ببخشید بعد موقع مزاحم میشم. آقا کامرانی ببخشید نفهمیدم برای چی لازمه پایین بیستن، مگه نگرفتینش؟ نه فرار کرد. فرار کرد؟ یعنی الان منتظری که بیاد اینجا؟ ترس نداره که، ما عکسش رو دیم روزنامه‌ها چاپ کردن. استقی زروه تاکسی رو بده گنم یه قرار دوز هستم هلو هلو نایس تو میت یو اوکی گو اون آی شور هی داز نو انگلیش آی ام شور هی نوز انگلیش اند آی ام شور هی از مای مادرز انکل سوری دی دیدنت منشن دات من فارسی هم بلدم پسر جون. یکی از تفریحی آرمانی اینجا اینه که شبای شنبه جمع میشن تو ایوون دور همو فارسی حرف میزنن. فارسی، ارمنی، انگلیسی، عربی، 4 تا زبون. 6 تا. روسی هم بلدم، زبون کلیار هم بلدم. زبون کلیار؟ زبون کلیار چیه؟ زبون کلیار زبون مادری ماست آقا پسر. ما در واقع کلی هستیم. اما 70 سال پیش پدر ما را به زور جهود کرد. جنگ داشت تموم میشد و رفتار آمریکایی‌ها با جهودا خیلی بهتر از رفتارشون با ما کلیا بود. اینه که اوراق گرفتیم و جهود شدیم. بابام آدم زرنگ افخطی بود خدا بیامرز. این سارا هم تنش خوره به تنه بابام. They are not a Jew literally. Not for real. But I go to synagogue every Saturday. Okay. I'm here to warn you. You're in danger. How? And how did you know it? This is Johan Netanyahu. Did you get him? No, but we're working on that. This is not the point. Is he in Iran yet? I'd like to think so. The point Why is you're Why do you think so? This is nonsense. I'm ordered to help you to come to Iran. I will not come nowhere with you. I'll go back. Don't worry. There is no danger there. You're so suspicious. I'm not informed. And I will not. این به این سادگی راضی نمیشه آقا پسر. این اگه برگرده میندازنش زندان. چرا نمیفهمه؟ چرا بفهمه؟ اونجا زندگی داره. شریک زندگی داره. این ازدواج کرده؟ ازدواج هم داره یواش یواش میکنه. واویلا. من سه شنبه بعد برگردم تهران. حالا کوتا سه شنبه یعنی چی؟ ببین آقا من نمیدونم، هر جوری شده اینو راضیش کن برگرده. این اگه با من نیاد پدر منو در میاره رئیسم. جان خجو جان چی چی؟ تا سه شنبه میتونی دو شب ببریش بیرون؟ چیکار کنم؟ شکمتو صابون بمال ببریش بیرون برای شام، شاید نظرش عوض شه. منم داماد مسلمون رو به داماد جهود ترجیح میدم. این اصلا فارسی نمیفهمه. خاطر جام فقط همین یه عیب و کم داره. سلام عمو جان، به موقع زنگ زدی. دخترم رو پیدا کردم ولی قبول نمیکنه با من بیاد. نه راضیش کردم تو ایروان بمونه بر نگرده خونه. حالا قرار شد خونه دایی بمونه تا تصمیمشو کامل بگیره. بله باشه باشه. ساعت 9 میرسم. قربون شما. Thank you.
سریشو من انجام میدادم. من تو همه منطقه خوزستان خدمت کردم. سرقز، کامیاران، نوار مرزی. بلا هم یه پسر رو داری؟ خب نه، دو تا دخترم دارم که نیز شما هستن. ولی ای عزیز سلام. سلام. بهش اسمس داده پیشنهاد پول کلوم کرده. کلوم یعنی چقدر؟ 20,000 دلار. الان کجاست؟ نگفته چی میخواد؟ نمیدونم، فقط اسمس داده گفته بهم زنگ بزن. سلام حمید جان. آقا بچه رو نمیگیرینش. من نمیفهمم آخه این چه بازیه شما دارین سر من در میارین. من که حقوق بگیر شما نیستم. درسته من طالب حقوق ندادم، اما هیچ وقت هم ازت نپرسیدم که از طرف چقدر دلار گرفتی. شما لطف کردی، به ما کمک کردی، جون خودت هم به خطر انداختی. ما هم یه چیزی زیر سیبیلی رفت کردیم دیگه. داشت ببخشید شما اینجوری صحبت میکنی انگار چقدر پول بوده. با پولی نبوده که. ولش کن. حالا مهمترین چیز اینه که بهش زنگ بزنی ببینی چی میخواد. آقا کرده 40,000 تا. البته میدونم چی میخواد. میخواد خودشو برسونه به مرز. ما هم نمیخوایم بگیریمش. اگه تو داوطلب بشی و بهمون کمک کنی خیلی خوبه. حالا گیرم ما شدیم داوطلب، چقدر میدی؟ چقدر میخواد؟ من از شما پولی نمیخوام. ولی هر چی از اون طرف گرفتم مال خودم. یعنی حداقل 40,000 دلار. 20,000 تا. نه خیر، 40,000 دلار. آخرین پیغامی که واسات فرستاده رو یه نگاه بنداز. اصلا گیرم 40,000 تا. و الان دستمزد یه هنرپیشه در پی 40,000 تا. یه زن بچه من باید یه نون بخورم. اگه قیمتو بالاتر برد چی؟ خب بره، پول خونمه دارم میگیرم. خب دیگه خودتو لوس نکن. والا دیگه پول خونمه دیگه. مگه شما نگفتی طرف مثل جیمز باند آدم میکشه؟ میگم من به جون بچه‌م، اگه به خاطر بچه‌م نبود اصلا وارد این بازی نمی‌شدم. مگه تو بچه داری؟ یه تورایی دارم آقا. نمیدونم، اگه فکر می‌کنی خطرناکه از خیرش می‌گذریم. من خودم یه کاری می‌کنم. نه باشه، فقط شما با سعیده صحبت بکن، من حقیقت دروغ مروغ دیگه نمی‌خوام بگم. سر در نمیارم. این از صبح تا حالا خودشو تو سینما قایم کرده بود. الان با چه جرأتی همچین جای شلوغی قرار گذاشته؟ چون اینجا از 6 طرف راه فرار داره. با این ترافیکی هم که داری میبینی نه با ماشین میتونی بری دنبالش نه با موتور. فقط باید بدوی. حالا مگه این بابایی چرا میتونه بدوه؟ ببخشید. این بابایی 50 سالشه، تکاورم هست. اگه لازم بشه بودوه به گرد پاشم نمیرسی. آقا من اومد. سلام. سلام جلال خالق. چطوری؟ جلال خالق چته؟ چرا به هم ریختی؟ به هم نریختم داشت، مثل سگ ترسیدم. چرا؟ چرا؟ تمام روزنامه ها عکستو انداختن، کل شهر پخش شده. وقتی به عقل ناقصت نرسید اینجا خلوتتر از اینجا قرار بذاری. ببین یه کاری باید دارم. میخوام برام یه ماشین بخری، یه وانت. 10,000 دلار بهت میدم، 2,000 دلارش هم خودت بردار. دست دو دیگه؟ دست دو نو. تا فردا وقت داری، وکالتی هم بخری. تا فردا؟ هرچی زودتر بهتر دیگه. همین امروز برو دنبالش. فردا زود بهت زنگ میزنم. اگه ماشین خریده بودی یه جایی خلوتتر از اینجا قرار میذاریم، ماشین تحویل میدی، بعدش هم خلاص. پولش یه تو را بهت میگم. ای دل غافل. طبیعه دست دوم دیگه. باز میگی دست دوم. نکنه میخوای یه وانت در پیت بخری پولا رو واسه خودت برداری بری؟ خدا وکیلی داشت چیزی واسهت میخرم تا خدا تلاویف باش بری. بابا این عجب جونه بری. ببخشید خانم، من معذرت میخوام. نه حق با شماست. شما ببین من چی میکشم. البته خیلی خوب بازی میکنه. اونجایی بود که گفت من ترسیدم مثل سگ. نزدیک بود باورم بشه، اما خب نترسیده بود. اگه از بعضی چیزا میترسید واسه اون بهتر از این بود. اینا کادیلاک هم نرمتره، یعنی نرمترم میشه، فقط دوتون بار میخواد. اینم سویچ. چند خریدیش؟ 40 تا. انگار یه 3-4 تایی گیرد اومد. اخده کمتر بشه میبینم چی خریدی.
ایام قدیمی رو چقدر فروختی؟ آره نفروختمش. نمیخوای بفروشیش؟ چطور مگه؟ لازمش داری؟ من نه. آبا چی؟ میگم پول مولی چیزی لازم نداری؟ پولت زیادی کرده؟ آره. چقدر میخوای؟ داداش ما رو برسون دم موتورمون، شما رو به خیر، ما رو به سلامت. میخوام یه پیشنهادی بهت بکنم، نتونی رد کنی. فیلم زیاد میبینی؟ گادفادر شدی واسه ما؟ آره فکر کنم گادفادرم. آخه نیستی. حمید جان کل نکن، بذار ببینم چی میخواد بگه. چقدر میخوای؟ آخه واسه چی؟ تو چی میخوای؟ خب میخوام ببرمتون خارج. ببریمون؟ آره دیگه، هر دوتونو، هم تو هم خانومتو. نمیخواستیم بری خارج؟ حمید قبول کن. محمد دیوونه؟ احمق قبول کن، وگه نه میکشتت. اصلا سوارت کرده که اگه لازم شد بکشتت. قبول کن و زود از اون ماشین پیاده شو. کی بهشون نزدیکتره؟ عباس چقدر فاصله داری باشون؟ حالا خودم شاید بیام، ولی زنمو نمیذارم بیام. خودت که باید بیای. بابتش پول گرفتی. من بابت اینکه با تو بیام پول گرفتم؟ آره که گرفتی. تو فکر کردی من بدون تو با این وانت میرم طرف مرز، بعد تو هم بری من لو بدی؟ بعد چه شدی واسه چی تو رو لو بدم؟ برای اینکه خوب که فکر کنی میبینی که چاره ای نداری. چون دیر یا زود مامورا میان سراغت. اینطوری از پاداش هم میگیری. منم بودم این کارو میکردم. ببین اگه نیای من همینجا پیاده میشم، این وانت هم بهت میبخشم. اون وقت باست دعا کنی از کشور خارج نشم. چون اگه بشم دیر یا زود میان سراغتون و تو و خانم تو هر دو رو سر به نیست. حمید قبول کن از اون ماشین پیاده شو. اسرائیل دستای درازی داره پسر جون. اسرائیل دستای خیلی خیلی درازی داره. حمید باور نکن، از اون ماشین که پیاده بشی دیگه همه چی تمومه. بقیه‌اش با ماست. حالا دیدی یه پیشنهادی کردم نتونستی رد کنی. همه نیروها هر جا هستن خودشونو برسونن به صد ورودی شرق به غربتونه. حالا چقدر میدی؟ چقدر میخوای؟ تموم شد عزیزم، خلاص شد. چی رو خلاص شدم؟ کجا خلاص شدم؟ به زندگی من برادر من. آروم باش حمید جان، خودتو کنترل کن. چی رو کنترل کنم؟ جون زن بچه‌م در خطره. مگه نشدی من 2000 جون آدم براتون مهم باشه بابا؟ بیا اینجا حرف میزنیم. بیام اونجا بابا. داد نزن عزیزم، ما الان نزدیکیم بهت میرسیم. نمیخواد به من برسی. برسیم چی داره راست راست و خیابون راه میره، شما باش گرگم به هوا بود که سرعی بازی میکنین. چرا نمیگیرینش؟ سوار شو عزیزم، با هم دیگه میریم. آقا چه حرفی داریم بزنیم بابا؟ وایسا 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 بهت میگم وایسا. چه مارگیده تو؟ ترسیدی داری بازی در میاری؟ با چی بازی دارم؟ حمید من پرونده تو رو خوندم، میدونم چند دفعه سر این دعوات رفتی کلانتری، میدونم سر این موتور سواری که میری جمعه تیغی میزنی چی شده که افتادی زندان، حتی میدونم پهلو تو میدون گمرک چاقو خورده، حتی میدونم کجا و چجوری ماشین آتیش زدی. آره عزیزم من همه چی رو میدونم. خب که چی واسه میخوای آتو بگیری؟ نه خیر، واسه من مظلوم نمایی نکن. تو آدم شهری هستی، از کی تا حالا اینقدر ترسو شدی ها؟ من وقتی زن گرفتم بابا از خاطر خودم نمیگم که، از خاطر زن و بچه‌ام دارم میگم دیگه. یارو گفت دست اسرائیل درازه دیگه. غلط کرد. به جون مادرم به خاطر شما نبود، همون تو وانته زده بودم گردنشو شیکونده بودم دیگه. عزیز من هر چی بود تموم شد، رفت به کارش، به خیرم گذشت. برو خونه بزنت هم بگو همین چی تموم شده است. اگرم بهت زنگ زد دیگه جوابشو نده، بقیهش با ماست. آقا دوباره گمش کردین چی؟ ماشاءالله شما که دست به گم کردنتون ملسه که. به فرض محالم که ما گمش کردیم، فکر میکنی اینقدر آدم بیکاریه میاد تو رو بکشه یا سعیده رو؟ خودش نمیاد، لازم نیست خودش بیاد. میگم اصلا کاش که نمیگفتی من ازش پول رو بگیرم. اگه پول رو نمیگرفتم شاید دیگه کسی رو نمیفرستاد دنبال من. چقدر داد؟ همون که خودت لفظ اومدی ما هم تلقین کردی گفت 50000 دلار داد. خودت گفتی میگه 50 تا دیگه. خب من یه چیزی گفتم که نده. حالا که داد اینها 5 تاشو داد، باقی رو پس فردا میدم. تازه میگم مرسل چین 50000 تا مضاف بر سازمان میدم. آقا کامرانی، آقا من باش میرم. چی؟ آقا من باش میرم. میگم آقا زنم ترسید نیومد، این 5000 تا از من میترسه که لود بدم، منم که باهاتم هی حاضر. شما غلط میکنی، من مسئولیت قبول نمیکنم. آقا مرتضی تو رو مرتضی این کارو با من نکن، مسئولیت قبول نکن. آقا با من حرف زیادی داری میزنی. آقا مرتضی دارم بهت میگم اینا دین و ایمون ندارن، زن و بچه‌م حالشون نی بیرحم. دارم بهت میگم کار شما تمام، بقیه‌اش با ماست. برو پی کارت. دیگه هم تو کار ما دخالت نمی‌کنی.
آقا مرتضی تو رو قربان دیدم وایسا بابا ما رو ول نکن اینجوری برو. اونا دینیمون نداره شما که داری بابا معرفتم خوب چیزیه. آقا من میخوام فدایی چم باید کیو ببینم. احمق نمیفهمی چی داری میگی. این آدم شما پاتونو از سر بذاریم بیرون میکشتت خلاص. آقا مگه من پشم نو کردم؟ دمت گرم بده من پولو. عذیت نکن فقط به سعیده هیچی نگو. نمیشه چیزی نگو. چرا نمیشه آقا دو روز غیب میشم تمام. اگرم شهید شدیم که چی؟ برم بگم خانم ببخش ما آقاتون رو ایفو میل کردیم. عین این صد تاریخته تو این شهر یکی دیگه شو بردار. ببین دیروز که خواستی باش حرف بزنم فقط ازم یه شرط خواست. دروغ نگم. همین. خب دروغ مصلحتی بگو. من میگم اصلا نمیخوام تو این ماموریت باشی. حالیته؟ باشه خدا میدونم چی بهش بگم. آقا کامرانی میگم اصلا نمیخواد شما چیزی بگی. من خودم حلش میکنم. منم میام. لا لا این حرف آخرم. یا منم میام یا نمیذارم تنهایی بری. آقا کامرانی شما یه چیزی بگو. من که گفتم اصلا نیازی نیست هیچ کدوم باش برین. اما اگه اصرار برفتن داری دو نفر بهتر از یکیه. وقت ببخشین چرا بهتره؟ خانوم من که میگم اصلا احتیاجی نیست باش بریم. خب آره من میترسم که برم. ولی اگه قرار باشه از فردا هر لحظه منتظر باشم که بیان و ما رو ترور کنم بیشتر میترسم. اصلا نترسین. این آدم الان تحت نظره. اون ماشینم ما کامل تجهیزش کردیم. هیچ هم لازم نیست باش بریم. آقای کامرانی من حتما باید برم عزیز من. وانت تجهیز شدن به هیچ دردی نمیخوره. آقا من اگه جواب تلفنشو ندم سراغ وانت که نمیره هیچ آب میشه میره تو زمین. شما هم نمیتونی پیداش کنی. اون وقت میای میگی بقیه‌اش با ما. بقیه‌اش با ما. آقا قربونت برم به من یک کلام بگو واسه چی نمیگیرینش. حداقل بگو بدونی. نمیتونم. اگه بهتون بگم موقع ممکنه تا آخر عمر در خطر باشی. جلال خالق. آقا کامرانی برادر من این فیلما رو برای ما در نیار. چه جوریه بدونیم در خطریم ندونیم در خطر نیستیم؟ فقط یه چیزی میتونم بهتون بگم. منتظریم رمز برگشتشو بفرسته. اگه جوابش واسش بیاد اون موقع میگیریمش. خب کی میفرسته؟ هر وقت که احساس کنه امنه. هر وقت که بدونه تا 24 ساعت بعد خودشو میرسونه به مرز. یعنی اگه پس فردا ما بریم سر قرار و اونم رمزو بفرسته شما دستگیرش میکنی؟ بله خانم. خیلی خب تکلیف معلومه دیگه. منم میام. آقا کامرانی من نفهمیدم این وسط دو نفره برای چی بهتره؟ چون تو تنها دیگه به دردش نمیخوری. اون خواسته یه خانم با چادر گلدار و یه ظاهر دهاتی تو ماشین باشه که پوشش خوبیه. تو اگه تنها بری فقط واسه اینکه لوش ندی میبرتت. اولین جای خلوتم که برسه میکشد. مگه بتونه آقا کامرانی دیگه؟ یه جوری راحت میگی مثل که ما چوب سفیدیم ها. به فرض محالم که نتونه بازم کار ما خراب میشه چون مجبوریم وارد عمل بشیم بگیریمش. اما اگه دوتایی باشین تا دم مرز جایی که قاچاقچی بیاد دنبالش سعی نمیکنه بکشتتون. تموم شد راه. منم میام. آقا مرتضی شما مطمئنی واقعا میخواین کارو انجام بدی؟ خانم افزون اگه اصرار به اومدن داریم باید اسلحه هم کنیم. باشه اگه لازم شد باید تیراندازی هم بکنیم. خب باشه. همینجا به شما اسلحه نمیدم. درسته بهت اعتماد کردم اما شاید عوض کنه بخواد بگردت دیگه. خانم افزون شما تا حالا تو زندگی که تیراندازی که نکردی؟ خب معلومه. مهم نیست یاد میگیری. دو روز وقت داریم که اونم وقت زیادیه. البته گوش خانوما یه خورده حساسه. یه 200-300 تا تیر بندازین اونم عادی میشه حله. باشه فقط چی رو هی میگی باشه باشه؟ مثل که عقل تو کلت نیستا. هی میگی باشه عقلت سر جاشه. اصله هست. وقتی میگی باشه یعنی لازم شد باید در بیاری بذاری رو شقیقش ماشه رو بچکونی. مایکل کورلیونه شده برای من. شلوغش نکن دیگه آقا. خانم اصلا هم اینجوریا نیست. ببینین زمانی که لازم شد شما شلیک بکنی فقط باید حواست جمع باشه که یه فاصله از سوژه بگیری که با دست یا پا نتونه به اسلحه حمله کنه یا خیز بر نداره اسلحه رو بگیره. بعدش هم بلافاصله به سر و سینه هی پشت سرم شلیک میکنی. همین کار یاد زنم. سعید خانم بفرمایید. این مال شماست. این چیه؟ قابلتون نداره. آقا اینو. آیوه. آ این که خیلی گرونه.
البته باید ازتون تقاضا بکنم فعلا ازش استفاده نکنی، چون ممکنه دردسر بشه. پس فردا شب که رسیدیم استانبول لباسای برازنده براتون می‌خریم. یعنی از دهنش بری؟ نه الان دلیل نداره برای همکاری. اگه بهشون شک داشتم ایشون نزدیک نمی‌شد. آره سلام عباس جان. آره بچه‌ها رسیدن؟ بله آقا. جلوه هم گفت تا نیم ساعت دیگه خودشو میرسونه. حرکت بده، می‌خواد بره استانبول. پس باید بریم ارومیه. ببین، فقط مواظب باش همه چیزو چک کن. اینا گیجوویجن، نریم ارومیه که بگه سرمه نیوردم، یکی بگه چاشنی یادم رفت. بله. می‌تونم یه سوال خصوصی بپرسم؟ آره بپرس. اون خونه‌تون چم فروختین؟ چه شد دلت خوشا؟ من دو روزه میشه خونه فروخت. نشو؟ نه. پس چی کارش کردی؟ وکالت دادم به زنده‌هاشم. همون داده شده که اعدام کردن؟ آره. سعید خانم، اون هدیه که براتون گرفته رو از جعبه در بیارین، خودتون رو باهاش مشغول کنید. همین زودتر. چیکار کردی که اعدامش کردن؟ همینطوری محض خنده. آوا بگو. سعید خانم، این از دروغایی بوده که حمید واسه خر کردن یوهان درست کرده. اگه ازتون چیزی پرسید بگین قضیه مال 10 سال پیش بوده. حمید هم دوست نداره راجبش صحبت کنه. ببین داداش، من خیلی علاقه ندارم راجب این موضوع صحبت کنم. اون دفعه هم کفرمو بالا آوردی، یه گوی خوردم. تو رو قرآن دیگه کفر ما رو بالا نیار. باشه، حرفای قشنگ میزنی. اون موبایلاتون چند میفروشین؟ داز دوباره پولات زیادی کرده. آره، پول واسه خرج کردن دیگه. سعید خانم، اون موبایلتون چند میفروشین؟ من تلفنم نیوردم. حمید گفت نیار، منم دادمش به جاری. جاری؟ آره دیگه، جاری دیگه، جاری. جاری یعنی همون زن بردشوهر. زن بردشوهر. بابا اینا جفتشون دیوونن. آقا جون، ما 20 دقیقه داریم تا تبریز، 30 دقیقه تا ارومیه. آخر چی شد؟ بریم تبریز یا بریم ارومیه؟ عباس جان، فعلا فرودگاه تبریز بشینین، من منتظرم. هنوز پیغام برگشت رو نفرستادم. ای بابا، آقا مرتضی، این آقای دارسن میگه حداقل 24 ساعت وقت میخواد. چیکار کنم؟ به هر حال باید صبر کنیم. الان دارم بیرون زنجان توی رستوران غذا میخورم. اما من خودم هم موندم، اگه اینجا نخواد پیغام بفرسته دیگه کی میخواد بفرسته؟ بچه با یه سلفی چطوری؟ بگیرید. حاضر؟ لبخند؟ مرسی. ای بله، ببین خوبش. دست درد کنه درست. عالی. خوبه؟ بله. داشت میخوای بذاری تو فیسبوکت یا اینستاگرامه؟ نه بابا، میخوام بفرستم استانبول. امیر داری میشنوی؟ بله آقا شنیدم، الان میرسم جلو رستوران، یه نفرم فرستادم داخل. داشت؟ گوشیه، تلفن یا گوشکوبه، آنتن هم داره سعیده. مگه نیدی؟ یه موبایل بعدش میومد، آره دوتا دوتا داره. حمید جان، این یه تلفن ماهواره‌ایه، میخواد باش رمز برگشت رو بفرسته. ما منتظر علامت تو میمونیم. به محض اینکه رمز رو فرستاد جوابش هم گرفت، بهش بگو یکی از اون سیگار ژیگولیات میتونم بکشم. همین، بچه ها میگیرن، شما هم خلاص. سلام. سلام قربان. غذا هست؟ خوش آمدیم. بله بفرمایید، من خدمتتون. امیر آماده عملیات باش. چشم آقا، خودم میرم با قباط. اسماعیل تو رستوران. خیلی مواظب باشین، احتمالش زیاده که باش کپسول سیانور باشه. اولین کاری که میکنین فکشو باز نگه دارین. اول خلع سلاحش کنین، بعد نذارین فکشو ببنده. منم تا 30 ثانیه دیگه اونجا. آمپول زده سیانور کجاست؟ باید پیش خودتون باشه. بله؟ من داشتم زیر صندلی. بده من. داشت یه دونه این سیگار ژیگولیات میدیم آقا بشیم. خودت برده. آقا اجازه. سعید خانم، حمید اگه اسلحه در آورد فقط بخوابیم رو زمین. بیا درشو باز کن. سیستمو داغون کرد. سیانور داشته نه؟ جلیقه داره. نه آقا نه. موبایلش کجاست؟ آقای مفتون، موبایلش کجاست؟ تو ساکر. چرا گاز میگیری تو؟ اگه سگی؟ شیطو بابا، اینکه انبار مهمات دارم. خیلی ما رو دنبال خودت کشندی آقای ناتانیاهو. شما دیگه خودتون مرده تصور کنید.
ببین آقای گاتفادری بار دومه داری منو زنمو تهدید می‌کنی ها. اجازه بده برادر، اجازه بده برادر. اون سیبیل مسخره‌ت از رو وانه تو بخم بود. نکن آقا، ما این قیافه رو لازم داریم. ما حالیت نیست که بازی رو باختی، از حالا به بعد تو مرده به حساب میای. عزیز فیلم این دوربینای مدرسه‌تون هم لطف می‌کنید. کش دستمو داغون کن. آقا ما داریم میرسیم ارومیه، نظرتون هست برم این رستوران یه سر گوشی آب بدم این نهاری هم بخورم؟ باشه عزیزم، یه چنجم جای من بخور. آقا فکر کنم واسه فردای 10-15 تا سی لشکر لازممون بشه. برو رستوران رو ببین، من امیدوارم که خیلی جای بزرگی نباشه. میتونم سازمان ارومیه رو در جریان بذارم؟ نه عزیزم فعلا نه، شما برو با صاحب رستوران یه قرارداد ببند، زودترم برو که نهار اونجا باشه. میخوام فضای فردا نهارمون عین همین امروز باشه. اصلا رسول زاده رو با خودت ببر، ببینی همچین جایی واسه فیلم برداری چقدر باید اجاره کنم، خسارتش هم باید چجوری حساب. آقا این دارسنج خیلی غر میزنه، میگه نمیتونه با این سرعت کار کنه. خب چی کار کنیم؟ به قاچاقچی بگیم پس فردا بیا. آقا میخوایم با خودت صحبت کنی؟ میشه بده بهش. آقای کامرانی سلام. آقا سلام علیکم. آقا اینقدر نگران نباش، شما شمارهتو به من بده، من یه عکس برات وایبر میکنم خیلی به کارت میاد. این عکس سوژمون نیم ساعت پیش از خودش گرفته فرستاده استانبول که قیافه جدیدشو بشناسه. کار شما رو هم راحت کرده، مثلا خودش کلاگیس گذاشته، ریسیبیل چسبونده، یه جورایی مثلا قیافش رو عوض کرده. آره عزیزم کارش هم اتفاقا خیلی ضعیف. ببین تو عوارضی زنجان وقتی میخواست پول بده مسئول باجه بهش شک کرد، ازش پرسید شما بازیگری؟ بعدم میخواست به پلیس بگه که بچه ها یه جوری رسیدن و رفع و رجوعش کرده و اینه پلیس را میگرفتش. فهمیدی؟ کارت خرابه، از شما گیلیمور در نمیاد عزیز من. عکس رو برام بفرست، من میتونم چیکار کنم. شاید بشه از ریش و کلاگیسه خودش برای بدلش استفاده کرد، فقط مواظب باشین ریشش رو خراب نکنم. باشه مواظبه. اما اصلا همین الان بکن. بکن؟ آره ریشش رو بکن، فقط بذارم یه جا که خراب نشه، کلاگیسش هم بذارم یه جا که کسی دست بهش نزن. باشه بهت خبر میدم. داشت میگم از اینجا تا مرز چقدر مونده؟ تا مرز؟ نمیدونم، فکر کنم 10-15 کیلومتر. قوات به این چند تا پتو بردن، هوا داره سرد میکنه. آقا مرسا جونم، میگم چرا همه جا از فشنگای واقعی استفاده نکنیم؟ همه جا؟ همه جا که نه، منظورم در دیواره که تیر میخوره. به جا چهار تا چاشنی گفتم 40 تا درست کنی که دست داره بیاره. فشنگ چند تا بردی؟ یه 400 تا یا بلنگ بیشتر هم لازم میشه. نه بابا بس زیاد هم هست. خب دیگه من همیشه واسه دو برداشت آماده‌ام. آخه یعنی چی دو تا برداشت؟ چه کنیم دیگه، ترک عادت موجب مرض است. سلام علیکم همین جان، کجای کاری؟ این دارسنش کارش تموم کرد؟ میگه صبح اول وقت هم. یعنی چه؟ خب چی کارش کنم؟ میگه کار ذوقیه، کار ذوقیه. ماسک و ساخت؟ نه بابا ماسک هم نساخته هنوز. اینجا شراب نداره؟ لامپش ساخته بابا. انقدر قیافشو کج و کوله کرد که ماسکو زایه کرد. الان کجاست؟ داری میبریمش اتاقش. ول معتن. بله؟ به آقات بگو ول معتن. کلکا دیگه کهنه شده. موساد این بازی ها رو باور نمی کنه. میشنوی؟ گوشی رو بذار رو بلنگو تا بشنم. کلک خودت قدیمی شده آقای نتانیاهو. میخوای به ما تلقین کنی که موساد از ماموریتت خبر داشته؟ نه عزیزم، من که فکر نمی کنم کسی جز بنیامینتون مطلع باشه. موساد که هیچی، حتی کسی تو سیرت متکل هم خبر نداشته. غیر از اینه؟ چیه؟ ساکتی؟ چطور یه همچه خیالاتی کردی؟ واسه اینکه تنها اومدی، واسه اینکه آدم های غیر حرفه‌ای استخدام کردی، آدم های یه بار مصرف قابل حذف، واسه اینکه اون بنده خدایی که بهت خدمت کرد و کشتی، این بندگان خدا رو هم با خود دوردی اینجا تا بعد از مرز بکشیشون. بفهم بشه ساکتی؟ واسه این ساکتی چون دارم درست میگم. مزخرف میگی؟ شاید، شایدم نه. بعد راجع به این موضوع مفصل صحبت کنیم. فعلا بگیر بخواب عزیزم، فردا بعد از ظهر میام پیشت با هم مفصل مذاکره میکنیم. راستی یه چیز دیگه،
اون پایگاهی که تو استانبول واسش پیغام فرستادی تا بیان دنبالت. ما یه ساله که روشون سواریم. فقط چرا باید با داعش تماس میگرفتی؟ چرا به موساد یا سایرت نتکل خبر ندادی؟ بازم که ساکتی؟ میگم که مزخرف میگی. شماها رو پایگاه داعش سواری؟ نه دیگه. با ما به از این باش که با خلق جهانی. اون پایگاه داعش واسه عضوگیری از ایران و ترانزیت تروریست به عراق و سوریه درست شده. ما هم هر وقت که اراده کنیم میتونیم از همون استانبول یه راست بفرستیمشون جهنم. اما چرا باید این کارو بکنیم؟ هر کی بخواد اینجا سر ببره و نشه کنه رو میفرستن ترکیه، از اونجا هم تزریقش میکنن وسط بیابونای عراق و شام، جایی که قاسم سلیمانی منتظرشونه. اصلا یه چیز دیگه، تو مثلا 3 ماهه که توسط داعش اسیر شدی، مگه نه؟ پس حتما تو پایگاه استانبول هم بودی. باید شنیده باشی تو ماه سپتامبر یه محموله موشکای تار که با کامیونای ارتش ترکیه میرفت سمت سوریه هیچ وقت به مقصد نرسید. به مقصد نرسید چون چریکای کرد همش رو ثبت کردن. میدونی که اون محموله رو لو داد؟ من بودم. حالا تو میخوای بری پیش داعشی ها؟ به من نگو که موساد تو ترکیه پایگاه نداره. غیر از اینه که داداشت بازم میخواست یکی از دانشمندای ما رو ترور کنه تا مذاکرات تعطیل بشه. هیچ ردی هم از خودش به جا نذاره تا بتونه تکذیب کنه اوباما این تکذیبی رو قبول کنه. ساکتی؟ مزخرف نمیگم. بنیامین تو رو تنها فرستاد چون نمیخواست موساد در جریان باشه. حالا هم هیچکی به دادت نمیرسه. یه چند وقت دیگه تو رو هم شهید اعلام میکنه، تبدیلت میکنه به پله ترقی خودش. عین کاری که 40 سال پیش با یوناتانتون کرد. فقط ما میدونیم که زندگی کلی هم آرزو داری. اگه بخوای حرف بزنی زیر لفظی هم میدی. ایران کسی که بهش خدمت کرده باشه رو فراموش نمیکنه. حالا برو بگی بخواب عزیزم. تو هم بدتر از ما کسر خواب داری. امیر جان، اتاق آقا رو بهش نشون بده. خودت هم زودتر بیا اینجا. بله. بریم. سعید خانم، ببخشید من خیلی سعی کردم شما رو از این پرده آخر معاف کنم، اما نشد. اگه اون عکس 3 نفره رو نمیفرستاد، من 2 تا از افراد خودم رو جایگزین میکردم. اما خب نشد دیگه. خب مگه چی میخواد بشه؟ مهمترین مسئله اینه که همه اون چیزایی که تا حالا دیدین و اون چیزایی که فردا ظهر میبینین رو کامل فراموش کنین. کامل و مطلقاً. فهمیدین؟ باشه. حالا کی میگه باشه؟ آقام رو این اصلا حرف تو دلش نمیمونه. ایوا یعنی چی؟ خب نمیمونه دیگه. من همچنین دست کمی از خانومت نداری. ببخشید اما خیلی مهمه که این داستان رو واسه کسی بازگو نکنین، حتی واسه اون جاری خیالیتو. میگم بابا واسه نازگل جون تعریف نکنی. خفه شو بابا. نازگل جون که هیچ با رفیقشه. آقام رو میگم میشه فردا ما رو هم بی‌زحمت بکشید بریم پی کارمون. ببین سعیده که بهش تیراندازی یاد دادی. منم که خدمت رفتم تیراندازی بلدم. تو تفنگم بدین دست ما، تو همین تیر و پی تیر ما رو هم بزنن و خلاص. چطوره؟ هستی؟ پاژن قرمز 2 کابین، ساخت ایران، پلاک ترکیه. آقا این عین جنسه، قیافش هم تابلوه. الان 10 تا مشتری واقعی دارن اون تو غذا میخوره. خانواده هم توشون هست؟ آره، یه خانواده 3 نفره تو سالن پشتی هست. ای بابا، خانواده واسه چی راه دادین اون تو آخه؟ مشکوک بودم، فکر کردم بچه همراهشونه برای پوشش. 10 دقیقه بالا سرتون نبودم. دوغ یا کوکا؟ دوغ و کوکا. هم دوغ هم کوکا. چشم. رمزو گفت. علیرضا اسماعیل قباد داخل شد. عباس مجید دامونه دمه در. من تا 1 دقیقه دیگه اونجام. آقا مرتضی کجای شما؟ مرسی آقا. اون شجونه دادش. خورتو برات بیارم.
مدارک شناسایی. مدارک شناسایی. سلام. سلام. ورقه شناسایی لطفا. بله حتما. مدارک شناسایی. بله. چیزی لازم نداری عزیز جان؟ نه مرسی. بفرمایید. ها؟ پاسپورتتون. تنها بگیرید. بخوام اینو زمین. قایم شید. همه بخوام رو زمین. علی رضا بپا. من نرو. درو ببندی. عباس، از پشت بو. درو ببندی. راه فرار نداری. تسلیم شو. تسلیم شو. داداش تسلیم شو. اسماعیل آشپزخونه. آشپزخونه رو داشته باش. تیر خورد؟ زدنش؟ خورده تو سرش. علیرضا دم در باش. درو ببندیم. کسی بیرون نره. آقا ما اینجا سه تا زخمی داریم. درشو بگیر ببین چطور. اینا خونریزی شدید دارن. نمیتونیم صبر کنیم. محمود حرف بزن. شما دو تا آمبولانس بفرستید. با این کی بود فرستاده بودن؟ هم خودش دابله بودن ماشینش. بابا ببینم یه تایم برم بده من کارم. تو خوب بازی نکردی ها. شانس آوردیم دور بود. همه چی لو میرفت دهن. ماشینش رو تجهیز کردی؟ بله آقا جی پی اس گذاشتم یه جایی که عقل جن هم نمیرسه. خطر
سر از بیخ گوشم رو گذشت. گفتم که یوهان ناتانیاهو در بازجویی نام 65 نفر از جاسوسان موساد و سایرت متکر را لو داد. وقتی قاچاقچی خبر کشته شدن یوهان را به پایگاه داعش رساند، بنیامین ناتانیاهو ترجیح داد چیزی از مأموریت محرمانه برادرش در تهران به موساد نگوید تا به خاطر این خودسری زیر سوال نرود. موساد که یوهان را مرده به حساب آورده بود، به هیچ کدام از جاسوسان او هشدار یا دستور فرار نداد. این 65 نفر در سازمان‌های نظامی، امنیتی و سیاسی ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، یونان و لبنان شغل‌های حساس داشتند و بعضی حتی به وزارت رسیده بودند و 47 نفر از آنها هنوز زنده و فعال بودند. وزارت اطلاعات ایران نام همه جاسوسان موساد را در اختیار سازمان‌های امنیتی کشورهای دوست قرار داد. حالا ما با زانو خوردیم زمین، درد کشیدیم به خودمون، صدامونم در نمیاد. یهو از اون زیر نگاه کردم دیدم اسلحه هوایی گرفته تو دستش. آره دست داره. دلیل اسم ماسه چیکار بکنم؟ موچه چرا گیرم؟ 40 روز بعد از بازداشت یوهان، 27 نفر در 7 کشور دستگیر شدند. 3 نفر پیش از دستگیری خودکشی کردند. 10 نفر موفق به فرار شدند و 2 نفر در حال فرار کشته شدند. اما 5 نفر هیچ وقت بازداشت نشدند. این 5 نفر در مقام‌های عالی سیاسی و نظامی کشورهای خود بر سر کار هستند. سعیده، میگم این یارو مادر مرده یوهانه 55,000 دلار ما پول داده. 55,000 دلار؟ بله، من علکی به کامرانی گفتم 5,000 تا. 55,000 تا. کجا قایمش کردی؟ لای جلد دیویدیا. دروغ میگی؟ دروغ هم چی، وقتی میگم این بچه اومد داره یعنی اومد داره. حالا یه پیشنهاد برات دارم، با 5,000 تاش میرم یه مسافرت تو، بقیهش هم همین با این یه مرغداری سنتی دیدم میفروشه 100 میلیون، میخریم میایم همینجا زندگی میکنیم. هستی؟ برو گم شو خاک تو سر. سعیده، میگم جدی فکر کن راجبه. این 5 نفر خیال میکنند هنوز برای موساد کار میکنند، اما اطلاعاتی که در اختیارشان قرار میگیرد بی ارزش یا غلط انداز است. یوهان ناتانیاهو هنوز در زندان است و خاطرات خود را می نویسد. جلد اول خاطرات او به زودی منتشر می شود. هر کجا باشم من، هر کجای دنیا، آخری رویامی به تو بر می گردم. غم دوری مانده جایی از تاریخت با تو.